خانم آقایان، بینندگان عزیز، با سلامی دوباره نظارگر برنامه تاک شو البته ساعت دوم هستید. مهمان این ساعت چهره آشنای دنیای هنر هست که فعالیتش رو در لس آنجلس وقتی آغاز کرد بسیار مطرح شد و بسیار هم معروف شد. مدتی خبری ازش نداشتیم تا اینکه متوجه شدیم که برگشتن، از سفر مارکوپولو برگشتن. آقای علی دانیار، سلام. خیلی خوش اومدید. قربونتون برم، ممنون اینکه منو دوباره دعوت کردین، باعث افتخاره. سلام میکنم خدمت تمام هموطنان عزیز سراسر دنیا، هر جا هستن خوب و خوش و سرحال باشن. چه خبر آقای دانیار؟ قربونتون برم آقای سفیدبند. کجا بودی راستی مدت؟ همه جا بودیم دیگه با عزتتون دیگه. اتفاقا چند باری که تماس گرفتیم من نبودم تو لس آنجلس، یه صحبتی با هم یعنی لس آنجلس یعنی خدافظی کرده بودی میسه. نه بابا اینجوری هم نه بود دیگه، انقدرم بعدمون نیومد. نه منظورم که دامنه یه فعالیت تو تنظیم کرده بودی که در لس آنجلس نباشی. خب خیلی خودتون میدونید آقای سپروند، تو لس آنجلس دیگه برنامه‌ها بالاخره بوده، مردم دیده بودن. مدت زیادی بود که اروپا نرفته بودم و بعد 6 7 سال رفتم آلمان، چند تا برنامه اونجا داشتم و دیگه کانادا و ترکیه و آره. ببین الان آقای علی دانیال، شرایط برنامه، شرایط اجرای برنامه ها به نظرت کجا خوبه؟ لس آنجلس خوبه؟ کانادا خوبه؟ عرض کنم حضورتون اروپا خوبه؟ یا ترکیه خوبه، دبی خوبه؟ الان شرایط، الان در حال حاضر شرایط برنامه کجاست؟ بخوام بگم متاسفانه، نمیخوام این کلمه رو بگم، ولی متاسفانه همه جا یه مقدار ضعیف شده این جریان، به خاطر اینکه خب وضع اقتصادی مردم یه ذره خرابه و برنامه هم انقدر زیاد بودن دیگه یه مقدار عادی شده برای مردم. ولی یعنی چی عادی شده؟ به خاطر اینکه خب یوهی میبینیم، مثلا میگم تو یک ماه توی یه شهر 3-4 تا کنسرت، مردم اون بودجه رو دیگه ندارن. مثلا من زمانی که فرانکفورت بودم، هفته اول من بودم، هفته دوم صحبت همین چند وقت پیش آقای سیاوش قمیشی بود، کل مثلا آقای داریوش بودن. سه شب متوالی، یعنی سه در تو یه هفته مثلا دو تا برنامه. خب مردم خب این مال اروپا، مال اروپا. اروپا شما کجا برنامه داشتید؟ من فرانکفورت بودم. چی بود؟ تو کلاب بودم یا توی کلاب بودش؟ بله کلاب. گرمتره تا اینکه بخوای تو سالن برنامه اجرا کنی مثلا؟ خب 100% به هوای اینکه خب مثلا کلاب‌ها روی 700-800 تاییه و یه مقدار جمع جورتر و فضاش گرمتره تا مثلا سالونای 2-3 هزار نفره و این چیزا. حتی من، حتی باورتون نمیشه، من کاباره رو همه جای بیشتر دوست دارم. اینقدر چون نزدیکی با درسته. مردم گرمتره. گرمتره و اون حس رو بهتر میتونی به مردم بدی و این چیزا. درسته. خیلی خودمونی تره ما. آره خب بعد اون نزدیکی و ارتباط برقرار کردن به قول شما اون گرما رو هم خواننده حس میکنه، انرژی میگیره، همین که خیلی نزدیکتری با مردم لذتشو بیشتر میبرن. خب الان گفتی به حال کجا الان خوبه؟ کجا خوبه الان؟ من فکر میکنم کانادا من میرم خیلی خوبه، مثلا تورنتو من در سال. شما سلفیش، یعنی فقط خودت نگاه میکنی؟ نه خب بالاخره میگی من میرم. نه 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 منظور میگم شما میگی کجا بهتره، میگم من کلی میگم، خود علی دانیال نمیگم کلی. کلی مثلا فرض بفرمایید اگه که داری میگی کانادا، بازم من فکر میکنم، بازم فکر میکنم آمریکا بهتر از همه جا استقبال میشه. یعنی ولی خب تعداد برنامه ها در امریکا میدونی که خیلی کم شده، مگر اینکه کنسرتی بشه. 100% به هوای اینکه خب خیلی از دوران قدیم قبل برنامه همیشه بوده، ولی اروپا اینا دسترسی کمتره به هنرمند و اینا، ولی بازم اونجوری چیز نمیشه. مثلا شما اگر اینا یه نکته ای رو گفت خانم آقایم بینندگان عزیز، ببین چی گفت آقای علی دانیال، گفتش که چون به خواننده ها دسترسی کمتره جذابیتش برای مردم بیشتره. 100% اینجوریه. 100% به نظر من هرچی دسترسی کمتر باشه جذابیت بیشتره دیگه. آها. چون ما عادت داریم زود خودمونی میشیم، یعنی منظور عادت میکنیم و مثلا انا حضور
جمعی مثلا تو لس آنجلس برای مردم بی تفاوت بوده؟ فکر میکنم چون انقدر تکرار شده و واقعا اینجوری شده، خونساز یعنی برای 100%. مثلا یه جا نشستن علی دانیال رد میشه. خیلی بله اتفاق میفته، چون میبینم بالاخره محل زندگیمون هم اینجاست دیگه، بالاخره چهار جا راحت نتیجه گرفتیم. کسانی که در لس آنجلس زندگی میکنن به خاطر اینکه دسترس خونه نیان میرون دسترسی دارن به همون نسبت بی‌تفاوت. اتفاقا یه نکته جالب بگم، یه دفعه من با یه نفر صحبت میکنم میگم این چه زندگی شما داری، خودتون رو قایم میکنی نمیای بیرون که دسته این زندگی نشد. دیدم واقعیت هم میگه. یعنی چی؟ یعنی تو هم خودتو قایم میکنی؟ نه اصلا علی جان تو رو خدا نکن این کارو، ببین به خدا ناراحت من میشم. اصلا من اهل این چیزا نیستم، من همین گفتم مردمو دوست دارم، انقدر دوست دارم فقط دوستم. من همین الان براتون گفتم من دوست دارم تو کاواره خیلی نزدیکتر با مردم ارتباط برقرار. اصلا من اونجوری نیستم، ولی خیلی این تو ذهنشون هست. خیلی خواننده شما خرید منزل رو میده یکی برای دیگه برای انجام میده، مثلا تو سوپرمارکت. اصلا شاید هم چی میگه شاید نه بابا نه باشه، یعنی نمیدیدم این نونوای سنگکی بگی دو تا نون به من بده. من همه جا میرم باری کرد به خدا، منم میرم حالا. بله بابا آخه برای چی نریم؟ آنه واقعا برای چی میخوای ندی تو؟ دو روز دنیا خودمون رو قایم برای چی؟ آره خب میریم یه خلاف میکنیم زندانی بشیم دیگه نریم بیرون اصلا. خب پس به این نتیجه رسیدیم که در لس آنجلس هم از نظر برنامه ها به نسبت گذشته ضعیف‌تره، ولی در خارج از امریکا اون شتاب هنری هنوز خوبه. بله هنوز خوبه و میگم این برنامه‌ای که رفتم این در مورد مثلا ببین، خب ما نمیتونیم بعضی از شهرها رو همگانی حساب کنیم. مثلا بعضی از شهرها برای خودشون یک موقعیتی دارن، بعضی از شهرها یه موقعیتی دیگه دارن. در ارتباط با اون شهرهایی که برای خودشون یه موقعیتی دارن، طبیعتا نمیان در یک کلاب‌های کوچک و پرت بفرمایید حضور داشته باشن، ولی در ارتباط با بعضی از چهره‌ها هستن که نه به صورت کلاب میرن، کشتی میرن. ما اون چهره‌ها هم آقای سپروند دو سه تا از خواننده‌های ما هستن، عرض کردم دیگه، اونا هم دیگه لژندایی هستن. بله. که واقعا حقشونه اونجا. دقیقاً بله خدا. حالا بقیه هم من فکر نمی‌کنم عیب و ایرادی باشه که نمیگم ایرادی، میدونم اگه مثلا کلاب بخونن کاباره بخونن بالاخره داری برای مردم هنرتو و مردم دوستت دارن نزدیک میام، چه 100 نفر باشن چه 1000 نفر باشن. البته اون لژند ها رو ممکنه اسم ببری، ام دید علی دانیال. من به نظرم آقای داریوش حرف اولو میزنه، خانم گوگوش و ابی نازنین و دیگه آقای معین و چند نفری هستن که واقعا امید مثلا. خب اون نسبتا جدیده نسبت به اینا، من فکر نمیکنم اینا جزء قدیمی ها هستن و اینا. خب مثلا هیچ موقع آقای داریوش نمیره تو کلاب بخونه، ولی خب امید خونده، ولی یادت نره رستوران هم خونده. کی؟ امید یا چیز هستن من نه تنها امید، بچه های دیگه هم ولی یادت نره ها، همین ابی، همین عرض کنم حضورت داریوش عزیز، همین خانم گوگوش در همین لس آنجلس تو کلابا خوندن ها. مثلا صد من دارم آقای خانم گوگوش کاباره اینجا بود به نام کلبه. بله بله. قبل از انقلاب بود. بله. آقای بازرگان بود. من ایشون اونجا برنامه ایشون کرد. من دارم در حال حاضر رو میگم، 100% همشون از کابار تهران شروع کردم. من شنده بودم آقای بی بله. آقای موین همه از کابار تهران، خود منم هم کابار تهران بودم، همه اونجا شروع کردن. یعنی اونجا حالت ویترین شهر بود، ولی در حال حاضر رو داریم میگیم این سه نفر. خب یه مقدار این سه چهار نفر جدا هستن دیگه. تا اگر خدا کنه صدها، یعنی بیش از 150 سال عمر کنن، اگر یک روزی به هر حال خودشون تصمیم بگیرن که فرض بفرمایید نه برنامه اجرا کنن یا خدای نکرده یه موثرشون کم بشه، چی میشه فکر میکنید این اگر این سه نفر حالتی یک اتفاقی براشون خدای نخواسته؟ خب ما خواننده‌های خیلی بزرگی مثل خانم هایده و مستی داشتیم. چی شدش؟ بالاخره یه روزی این اتفاق برای همه میفته دیگه. بالاخره کسایی هستن، یعنی میخوای بگی که هیچ توقف گردش کار هنری انجام نداره؟ انجام نمیشه، ولی همچین کسایی دیگه تکرار نمیشه. اینا واقعا تکرار، مثلا شما خانم آیده رو هیچ موقع نمیتونید دیگه واقعا روحش رو نمیتونید تکرار کنی. بعضی چیزا هستش که واقعا تکن، یکی ان، چه در موسیقی چه در
ورزش هر چی. بعضی موقع ها یه چیزایی هستن آسن دیگه، دیگه تکرار شدنی نیستن. الان چیکار داری میکنی علی جان؟ منظورم کار هنری، یا چیزی رو در دست آلبوم منتشر کنی؟ من آلبوم سینگل دارم میزنم الان، 5 تا آهنگش حاضره. چند تا ترانه میخوایی؟ 8 تا میخوام جایگزین، با اینکه میتونیم الان این دوره دیگه اصلا آلبوم چیزی نداره، یعنی کسی فکر نمیکنه آلبوم بزنه. ولی من از چه دیدی؟ من عقیدم اینه که آلبوم یه شناسنامه است، چون من شروع کردم برای تک آهنگ، دیدم مثلا 2-3 تا تک آهنگ دادم بیرون، دیدم همه میگن آلبوم کی میاد بیرون، یعنی اونو قبول نداشتن. و موقعی که بعدم آلبوم بیاد، چون جمعی از 8 تا و واقعا مثل یه شناسنامه یه شناسنامه است و همیشه هستش، تک آهنگ گم میشه توی همه چیز به نظر من، با اینکه خرج بالاست و مخارج اصلا واقعا جوریه که هزینه مثل... این متوجه خودتی یا کمپانی داره برات؟ دیگه همین الان من فکر نمیکنم کمپانی هزینه، کمپانی دیگه سرمایه اصلا کمپانی مونده آقای سپر، من فقط شرکت ترانه است و آونگ هستش که آونگم به اصطلاح حالا نمیدونم دفترش کجاست دارن کار میکنن، فقط تنها شرکت ترانه است که دفتر و آقای بارتان. یادت میاد چه موقع چه برو بیایی بود این دفترها، این شرکت کارتکس بود؟ اصلا شما باورتون نمیشه، یعنی من زمانی که اومدم درست 20 سال پیش بود، من اومدم که با اولین آهنگ تو مثل گفت، منو داریوش نازنین آورد دیگه در صحنه، منو بله داریوش عزیز آلمان منو آورد اینجا، قرارداد منو با شرکت ترانه بسته شد. چطور شد این کار رو داریوشان کرد؟ من حقیقتش اتفاقا نکته جالب اینه که میخواستم تعریف کنیم، حالا که داریم مصاحبه میکنیم، من تو آلمان فوتبال حرفه‌ای بازی میکردم آقای سپرمن، بعد در کنارش هم کار خوانندگی میکردم، بعد گروهی تشکیل داده بودیم اونجا که هر خواننده‌ای که میومد در لس آنجلس ما اوپن میکردیم برای خواننده میخونیم. من واقعا فن داریوش بودم، عاشق صداش بودم و این چیزا، جوری شد که داریوش اومدش آلمان، اومد دیگه اونجا با هم دیگه چیز شدیم. موقعی که صدای من شنید، اون موقع داریوش داشت یه دونه کمپانی میزد که خواننده‌های جوون رو میآورد که به اصطلاح میخواستش معرفی کنه. اولین نفر من یادم هاتف رو آورد، یادتون باشه. دومین نفر من خود من بودم که منو سپرد به آقای محمد شمس که یکی از بزرگترین آهنگساز است، که دوتا آهنگ همون تو مثل گلی، البته آهنگ مال آقای محمد شمس نبود، تنظیمش مال ایشون بود، ایشون معرفی کرده بودم به یه شاعر دیگه، که من این دوتا آهنگ رو گرفتم. نکته جالب اینه که داریوش گفت برو این دوتا آهنگ رو بگیر، هر موقع تموم شد بیا لس آنجلس. ما رفتیم پلو آقای شمس، حالا میگم هر جا خوب و خوش باشه، ما فکر کردیم داریوش مثلا گفته برو دوتا آهنگ برات میزنه، رفتیم دوتا آهنگ رو زد، گفت خب 10,000 مارک میشه. خیلی بود 10,000 مارک اون زمان، مثلا چیز اش فکر کردی که داریوش به شما گفته میری بزنه، یعنی به شما هدیه میخواد بده؟ همون گفتم داره مثلا اسپانسر من میشه. خلاصه ما رفتیم اونجا، آقای شمس هم خدا خیرش بده گفت 10,000 تا، گفتم من پول ندارم اینا. گفت چی داری؟ من اون موقع یه بنز 190 داشتم، باور نمیشه. من مونیخ زندگی میکردم آلمان، آقای شمس فرانسه بودن اینا. گفت چی داری؟ گفتم ماشینمو دارم. گفت ماشین تو بده. ماشین من 8,000-9,000 دلار می‌ارزید، اون موقع 190 بود، بنز بود اینا. گفتم بیا سویچ رو دادم به آقای شمس، با قطار برگشتم خونم. ولی خب خدا رو شکر اون آهنگ رنگ گرفت که پول اون ماشین رو در آوردیم. ولی داستان خیلی جالب بود که بعدش من اومدم اینجا و یادم نمیره اولین جایی که اومدم ساختمونه ایرانی ها هم بروش، یه دونه رستوران بود با داریوش، رفتیم اونجا چیز کیک فکتوری، بله بله، یه غذا خوردیم و سی دی رو گذاشت، گفت آقا خودشه بریم جوانان، و بعد جوانان اومده مین تلویزیون، خیلی ها آقای شبخیز، خیلی اصلا خیلی ها دنبال کارت بیافت، خیلی معلومه واقعا از تای دل دوست خیلی دو. واقعا من یه ماه پلو داریوش بودم و اولین تلویزیونی که من اومدم پلو آقای شبخیز. اون موقع اصلا ماهواره نبودش آقای سپرمن، ویدیو میکردن عید نوروز میدادم بیرون که داریوش اومد گفت با آقای شبخیز گفتش من میخوام ویدیو اینو بگیری، گفت به یه شرط میگیرم که خودت هم یه آهنگ بخونی. اون موقع داریوش اصلا مثلا هیچ جا نمیرفت که اون دعای نوروزی رو خوند و دوتا ویدیو ما رو گرفت که دیگه کار ما شروع شد و خدا رو شد. و بعدی از
گذشته ها پول ماشینم بود. این خیلی اسمت سر زبان اومد. خیلی یعنی من یادم آقای سپر من باورتون نمیشه با این آهنگ من شاید هفته 7-8 تا چیز داشتم، برنامه داشتم. یعنی به این قد شدت در همین لس آنجلس. خیلی اصلا چقدر هزینه این مال دستمزد؟ ببخشید هزینه شعر آهنگ. شعر همونی که بهتون گفتم دیگه، $10,000 این بود این آهنگ بود. با آهنگ بی وفا نه نه این آهنگ رو با آهنگ بی وفا گفتم این پول ماشینم دیگه. این $10,000 ولی خیلی ساختی خیلی خدایش خیلی کار کرد و الان هم آقای شمس دیگه به زنی نمیزنه میگه برایش بده دیگه. بعد اون قهر کردم با آقای شمس دیگه پیاده ما رو فرستاد خونه. نه دستش درد نکنه. جزو همین که قبول کرد اون زمان آقای شمس جزو بزرگان موسیقی ایران بود و داریوش عزیز لطف کردش اینا. خیلی بود خودش. عرض کن چقدر هزینه اون موقع هزینه این ویدیوشو؟ ویدیوشو آقای سعید نوشینفر گرفت با $700. اون موقع $700. سعید نوشینفر میدونه که واقعا یه هنرمند. خیلی بعد خودشو نمیدونه. خیلی آدم خوبیه. یعنی عکاسی که نوشینفر میتونه بکنه یعنی واقعا حیف. انشالله یک انشالله یه طوری بشه یک نمایشگاه براش بزنی. خیلی خوبه واقعا. برو یه نمایشگاه تمیز بزن عروسی دیگه نمیدونم ویدیو. اصلا من تعجبم چرا این کارو نمیکنه. منم هم مثل خودت. خیلی هنرمند مثل خودت هستم. خب با بچهای ایران هم همکاری داری آقای؟ بله من الان دارم با خانم مریم اسدی کار میکنم. بله با آقای سعید هاشمی دارم کار میکنم و دو سه تا دیگه هستن که شعر آهنگای واقعا زیبا. الان خانم مریم اسدی رو میگم با تمام خواننده‌های این برده بله شنیدم میکنن. بله. بله. تفاوت هزینه این عزیزان ما که در ایران هستن با تفاوت هزینه‌ای که در لس آنجلس یا در امریکا شما چقدر هست؟ خیلی فرق میکنه. یعنی میتونی تقریبی بگی چقدر هست؟ خب باید بگم به نظرتون؟ سوال من دارم میکنم. نه خب اینجا مثلا شما یه شعر آهنگ رو اگه بخواین مثلا درستش کنید $100,000 $6,000 خرج برمی‌داره. ولی خب ایران نصفش تقریبا. وقت صدا رو اینجا شما ضبط می‌کنی یا نه صدا رو براشون ایمیل می‌کنی؟ نه اینجا صدا رو ضبط می‌کنی می‌فرستیم اونا دیگه خودشون میکس می‌کنن همه کارشون. صدا رو شما اینجا ضبط می‌کنید می‌فرستید؟ نمی‌تونید دیگه اون ایران تنظیم می‌کنن می‌فرسته اینجا. خب بعضی ممکنه مثلا خودش میشم بریم مثلا دبی یا جای دیگه ولی اکثرا دیگه به هوای اینکه هزینه نکنه همینجا صدا رو شما میگیری میفرستی اونجا. الان بیشتر فعالیت شما با اون دوستان ما در خارج هست؟ اون ور هست این ورم هستش این و با آقای کاوه عقیقی و آقای امیر بدخش و اینا من کار میکنم. چطور آقای امیر بدخش؟ خیلی خوبه ماشاءالله روز به روز جوان‌تر هم ماشاءالله خدا عقلمو سلام بهشون برسون. خیلی زیاد وعده دادن که انشاءالله در یکی از برنامه‌های تاک شو خودشون تشریف میارن. خیلی پسر خوبیه. بله بسیار پسر خوبیه. چه بند خوبی هم درست کرده. بند بزرگ واقعا. مال کنسرت امید بود این شما؟ من نه متاسفانه اینجا نبودم. سفر بود. به هر حال بسیار کارشون زیبا بود. خیلی زیبا بود. خیلی زیبا بود. خب از استقلال چه خبر؟ استقلال. علی استقلالی. امسال که یه مقدار اولش ضعیف بود ولی شنیدم که خیلی خوب شده. شنیدی تو طرفدار استقلالی؟ برای استقلال شما آهنگ خوندی، موزیک ویدیو درست کردی. خب اون سالی که کجی گریه‌تو درآورد؟ من میگم شنیدم آقای سپرمند میدونی گریه‌مو درآورد. حالا یه لحاظ خوب شده آقای سپرمند. یه دوره یعنی ما قرار بود امسال ویدیو رو بدیم بیرون. یک سال طول کشید استقلال اون سال اول نشد. درست زمانی که کجی داد این ویدیو رو بیرون استقلال هم اول شد. به کجی گفته بودم همون گفتم کجی خودش هم همین رو به من گفت. دیدی من میدونستم کی بدم بیرون. آره ولی فکر میکنه این آقای منصوری بتونه در این البته آقای مجیدی گفتی که من فکر میکنم با حضور ایشون استقلال قهرمان بشه.
خودش خیلی مربی خوبیه به نظر من، با اینکه جوونه مربی خوبیه و من فکر میکنم توی یه تیم همبستگی اون تیم خیلی شرطه. منصوریان خیلی با بچه‌ها عیاقه و با هم رفیقن و اینا، اون خودش خیلی باعث میشه رفاقت در اصلا تار... میدونم 100% چیز نیست، ولی خب کیروش... ولی فوتبالیست‌ها همه حرفه‌ای هم در حال حاضر دیگه، حالا ما نمیگیم فقط رفاقت است ولی همونی هم که تفرقه نباشه حاشیه نباشه تو تیم به نظر من میتونه کارساز باشه. در این مدت فعالیت 20 سال دیگه نه؟ بله 20 سال فعالیت هنری شده عکس شما روی جلد یک مجله صفحه دوم ما قبل آخر پشت جلد یک مجله چاپ بشه به صورت رنگی؟ بله خیلی جوانان دیگه مجلات دیگه بله. خب چقدر هزینه یه بابت این رو جلدی شما پرداخت کردید؟ اون زمان دارم بهتون میگم اون موقع ما نمیدادیم آقای سپر و مثلا شرکت نه شرکت ترانه خب شرکت ترانه میداد پولش از اینا فکر میکنم 2000 دلار 2000 دلار میداد رو جلدی و با وسط جلد و دیگه ما رو میفرستادن یکی دو تا مصاحبه هم میکردیم 2000 دلار میداد. بله حالا شما چرا تو این برنامه مجانی نشستی؟ ما مجانی نشستی من براتون کادو آوردم آقای سپر داشتی اینجوری لطفه ما رو میگرفتی از ببینم آقای سپر من 2000 دلار خجالتم نده دیگه آقا رو جلد جوانان میری 2000 دلار میاد گفتم من نمیدادم حالا شرکت ترانه میده حالا میگم میخوای نه حالا اومدی توی این برنامه نشستی چهار تا عروسی میگیری مهمونی میری این برنامه هیچی آخه مگه میشه علی دادی آخه نه بخواه این حرفا چی آخه من کم کم دارم میترسم دو هزار دلار خشن شدی ولی یه کادو خوب براتون آوردم مرسی خیلی ممنون کادو باید برای وحید بیاری برای وحید هم میاریم چرا نه میاری. علیرضا رو که آوردیم رفت دیگه یعنی میخوای بریم وحید بیاری آقای وحید نه نمیارم وحید جون میخوام بمونه میخوام بمونه وحید بریم یکی دیگه از این آهنگای بله تقدیره نگفتم تقدیر رو چیه تو این جزء همون مجموعه این که... آخرین ویدیو من جدیدترین ویدیومه که آقای بهنام مکری گرفته و کار آقای کاوه حقیقیه بله. شعرش هم اتفاقا مال ایران خانوم احمدی خانم احمدی چگونه با این عزیزان ارتباط برقرار میکنی؟ از طریق فیسبوک اینا اونا با من در تماس گرفتن و شعراشون رو فرستادن و خوشحال شدم این جدید مجانی هم تا حالا مجانی تا دلتون میخواد میفرستم ولی خب اون چیزایی نیستش که بتونی هستش توشون واقعا شعرهای خوب و شاعرهای خیلی لطف میکنن به خدا باورتون نمیشه انقدر لطف دارن این بچه های ایران جوانای ایران تو ایران داره. که آدم نمیدونه من ازشون تشکر میکنم یه در یک چارچوبی دارن فعالیت میکنن بله. ببینید چقدر ولی چقدر در هر کاری که میبینید ببینید چقدر در ورزش چقدر اینو موفق هستن در کارهای هنری چقدر موفق هستن در ارتباط با اجرای نمایش ها یعنی واقعا این جوانای ایرانی بله گل کاشتن واقعا فوق العاده حیف واقعا حیف که چی میگن یه مقدار بیشتر آزادی بهشون نمیدن که بتونن بهتر کار کنن حالا اینجا به هر حال امیدوارم که سلامت باشن موفق باشن چیز. شما ازدواج کردی آقای عزیزی؟ هنوز نه. چرا؟ دیگه پیش نیومده دیگه. نه خب پیش نیومده. شخصی که مورد نظرت هست، انگیزه که چی فکر می‌کنی؟ چه شما طرف مقابلت می‌خوای؟ حالا می‌خوای ما رو تو دردسر بندازی؟ نه نه ما هم اینم چه خصوصیاتی باید داشته باشی که خب اون سر راهت قرار نگرفته؟ خصوصیاتش دوست داری یه دختری بگیری که در امریکا باشه یا دوست داری هر کسی باشه که بتونه فرق نمی‌کنه امریکا و ایران بودنش فرق نمی‌کنه فقط باید آدمو درک کنه دیگه کار تو باید دوست داشته باشه اولین چیزی که باید واقعا قبول کنه کار طرف رو باید قبول کنه بدون یه خواننده چجوری زندگی میکنه و مسافرت ها و اینا اگه بتونه قبول کنه دختر خوبی هم باشه چرا نه معیار خوبیه تو چیه؟ چی میدونی معیار خوبی رو؟ درک و فهم این مهمترین چیزه به نظر من حالا در این رابطه شما هیچ کسی رو فکر میکنی نتونستی در این نه بودن 100% بودن ولی نه. خب متاسفانه بودن. متاسفانه نتونستن شاید وسط را یه هایی جا زدن یا موقعیت یه جوری شدش که نتونستن دیگه مثلا نشدش
به خاطر مسافرت های زیاد و اینا. یعنی به خاطر مسافرت ها به هوای کارم و این چیزا؟ بله، مثلا شاید زمانی که اروپا بودم. خب ببین علی دانیال، خود نمی گنجه این قضیه. چرا؟ به دلیل اینکه یک کسی که میاد با شما ارتباط دوستی برقرار میکنه، آیا فکر میکنی فقط به خاطر اینکه بخواد لحظات تنهایی خودش رو پر کنه، یا اینکه نداره به یک انگیزه ای که آینده ای داشته باشه میاد سمت شما؟ 100% به عنوان همون آینده میاد. پس لحظه ای نیستش که بخواد دقایقی از زندگی دنیای خالی تو رو پر کنه یا خودش رو سرگرم کنه؟ 100% اینجوری نیستش. خب اون کسی که میاد با شما ارتباط میگیره میدونه که علی دانیال خب یه چهره هنره. خب متاسفانه اولش شاید اینجوری مثلا برادر. نه نه، اولش میان و میدونه که با علی دانیاله. خب بعدش که این مسائل به وجود میاد. مسائل خب چی پیش میاد؟ مثلا مسافرت های میدونه علی دانیال که نه. اولش میدونه، ولی تو اون شرایط قرار نگرفته که دیگه اونو حس کنه. حس کنه مثلا موقعی که میبینه خب مسافرتی یه ذره زیادتر شد، برنامه ها شب زندگاری ها زیاد شده، اینا یه مقدار خب مخالفت و این چیزا به وجود میاد. طبیعتا یه زن میخواد یه مرد در کنارش باشه. 100% همینا رو من میگم. بلد. یه مقدار سخت برامون به خاطر همین. خب منصورم الان ازدواج کرده، خدا رو شکر. چند خب تا همه بیشتری از خانمها 100% خانمش قبول کرده دیگه. خب من همین رو میگم آخه مگه میشه در این دنیای خاکی یک نفر تو رو درک نکنه؟ نه هستن، حالا اینجوری هم نیستش آقای سپر که درک نمی کن. نگفتم میگم شما گفتی ازدواج نکردی، دلیلش چی بوده؟ میگم فعلا نبوده، نمیگم کسی نیست. نه نمیدم. خب میگم اون کسی نیست، الان هست کسی؟ هستش. ایشون میدونه شما چهره هنری هستین؟ بله دیگه. ایشون میدونه سفر داری میرین؟ 100%. خب پس چرا ایشونو نمیخوای انتخاب کنیم به همسری؟ از کجا میدونه انتخابش میکنیم؟ میگم هنوز ازدواج نکردم. هنوز نه، هنوز ازدواج نکردم. حرفای متفاوت میزنی. چرا اینقدر دانا ترامپی حرف میزنی با من؟ نه گفتم هنوز ازدواج نکردم، نگفتم نیستش. آها. گفتم شرایطش پیش نیومده ازدواج. شرایط پیش اومده یعنی چی باید باشه؟ شرایط پیش اومده یعنی مجلس سالن عروسی باشه. نه اونو میخوای من برم بگیرم برام؟ اتفاقا میخواستم بعدش بگم آقا سفر بعد سالن ما سراغ نداری. من که سراغ ندارم، ولی خب بعد اقدام کنی. نه دیگه میخوای اینو تو سرگرمی میخوای؟ حالا برای چی میخوای بیای عروسی؟ ای میخوای بیای عروسی چند روز دیگه، من یه جا دعوت دارم، نمیخوام با هم بریم. من نمیخوام بیام عروسی. اگه میخواستم عروسی با عروسی دیگه میرفتم. بدونم میخوام بیام عروسی. میخوای ما رو سر سامون بدی؟ باری کرد. مرسی. مامانم بفهمه انقدر خوشحال میشه. مامانتون کجا؟ خدا بیامرزد. خدا بیامرزد. خب روحش که الان شاهد همونه دیگه. میگم اگه میدونست خیلی خوشحال میشه. میگه خدا بیامرزد. ولی علی دانیال ببین، میره سیستم میره بالا، کسی نگات نمیکنه. راست میگی؟ من دارم بهت میگم. بعید داره میخند. خودش هم گرفتاره. کسی تحویلت نمیگیره ها علی دانیال. دیگه چیکار کنیم دیگه؟ چشم. آقای سپر من دیگه نصیحت تو این دفعه قبول میکنم. چه انشاءالله دفعه بعد من اومدم اینجا مصاحبه با هم داشتیم ازتون خواهش مطمئن باش با بچه‌ام میام اینجا. نه اون که خیلی زوده، یعنی میگم مصاحبه بعدی ببین چقدر طولانی میشه. ولی خواهش میکنم که ما رو خبر کن. چشم. باعث خوشحالی میشی که ما در عروسی شما شرکت بکنیم. ما شما رو میدونی که چقدر دوست دارم. ما دوست داریم. علی دانیال چه انشاءالله؟ چه فکر میکنی چه بشه؟ حالا شما خیلی داری اصرار میکنی. نه آخه داری من فکرم خانوم هستن که دوباره میخوای فراریش بدی؟ نه بزودی ایشالله. مثلا خوبه؟ مثلا یه سالی فکر میکنم. نکنه تو این یه سالی کاری کنه ایشون فراری میشه؟ نه بابا دیگه میگه دیر داره میشه دیگه، تازه ما میخواییم زودترش کنیم. شما به؟ خوبه خواهش میکنم. دارم میبینم برنامه رو. من فکر میکنم. خانم ازت خواهش میکنم شما گیواب نکنید. اتفاقا ایشون عاشق پانداست. جدی؟ پاندا هست؟ آره خرسه یه چیزه. الان عروسکم دارم؟ پاندا نمیدونم. آره فکر میکنم عروسکش داره. بله بله. نمی از خانم خبر نداری زیاد تر. علی دانیال عرض کنم حضورت که نظر راجبه این انتخابات چیه؟ انتخابات همه شوک شدن. من خودم دوست داشتم کلینتون بشه.
دعوا این که خب دورانی که من خودم اومدم کلینتون بودش همسرشون. و همسرشون بودم و بهترین دوران آمریکا من فکر میکنم دوران طلایی آمریکا اون زمان بود. اینجور فکر میکنم من فکر میکنم و واقعیت شما هم بودیم تو اون دوره دیگه میدونین چه جوری بود و من از زمان ریگا هم هست. بله دیگه من فکر میکنم اگه این میشد بالاخره اون تجاربی که من واقعا بخواه از زمان آره دید. روزهای آخر سالهای آخر کارتر بود جیمی کارتر چهارم نوام من رسیدم امریکا فرودگاه نیویورک با ایرانیر میامد هواپیمای بعدی هم یه ساعت دیگه میامد هواپیمای بعدی رو اجازه نشستن نداده چرا چه سفارت رو گرفته بودن یعنی اگه هواپیمای ما جای اون بود من تو امریکا نبودم جدی؟ خلاصه آره من همیشه چهار نوام که میرسه من این خاطره در ذهنم زنده میشه خب بله شما داشتید میگفتی که من میگم اگه کلینتون میشد بالاخره به خاطر چه مثلا از نظر تو به نظر شما اگر خانم کلینتون میشد چه اتفاقاتی میفته؟ من فکر نمیکنم اتفاقات بزرگی بیفته تو آمریکا چون انقدر الان وضعیت آمریکا یه مقدار ناجوره خب لحاظ اقتصادی و اینا بحال. مثلا زمانی هم که خود آقای اوباما هم اومدش یادتونه که بله. یه خرابه رو دادن تفلک و دستش هیچ کاری هم نتونست ولی با این حال بازم این 8 سال یه مقدار ساکت بود آمریکا مثلا اون هیاهو و این چیزها رو نداشت ولی اتفاق به خصوصی نیفتاد الان هم دیگه خدا کنه که اقتصاد اینا خوب بشه به نفع همه هستش اینا ولی فکر نمی کنم اون اتفاق بزرگی که همه فکر کنم یه در عرض 3-4 سال بیفته و اینا با این وضعیت و این چیزا بیدار بودی یعنی داشتی دنبال میکردی بله وقتی شد اصلا شوک شدم دیدین ویدیوها رو مردم با کله میرفتن تو تلویزیون و اینجا اصلا شوک شدم من خودم واقعا گفتم پارتی بازی بوده چجوری بوده چرا فکر میکنی پارتی بازی من فکر میکنم آخه به خاطر اینکه رأی که خانم کلینتون آوردش و خب نگاه کنی شما موقعی که بین خود ما موقعی که میبینین هممون به یه نفر داریم میگیم ایشون خوبه داریم رأی میده درست کل جمعیت رو میدیدیم که مثلا همه واقعا کلینتون رو دوست داشتن اینجوری هیچکی باور نمیکرد از 2 ماه قبل شما خودتونم یادتون باشه همه بد میگفتن راجع به ایشون و اصلا قبولش نداشتن یهویی بیاد همچین اتفاقی بیفته باور نکردنی هنوز نمیتونی هضمش کنی این قضیه من هنوز نه خیلی خوب نه تنها من نه تظاهراتی که میبینیم بله روز بله. به روزم بیشتر دارن اتفاقا ساعت قبل آقای پرویز ناظریان مهمون برنامه بودن بله. در این مورد خیلی به طور جامع صحبت کردیم بله. زوایای مختلفی رو باش از دیدگاه‌های مختلف نگاه کردیم درست به هر حال آرزوی صلح داریم برای همه مردم جهان برای هموطنان خودمون بیشتر از همه دوست داریم که همه در رفاه زندگی کنن در صلح زندگی کنن در آرامش زندگی کنن و تندرست باشن بله. آقا علی جان برات موفقیت قربونتون برم خیلی خوشحال شدم واقعا باعث افتخارم ممنونم از تمام هموطنان که انقدر به من لطف دارن ان شاء الله هر جا برم بتونم لبشون رو خندون کنم ان شاء الله سال دیگه هم ان شاء الله شما عروسی تشریف بیارید امید خدا عرض کنم که وعیدم خوشحال شد وعید جان کارتتو میدم آقا سپرور خانم آقا یا این بود برنامه تاکشوی این هفته امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم برنامه یه مجله تلویزیونی روزهای یه سه‌شنبه از ساعت 10 صبح و همچنین در جمعه ساعت 10 صبح پخش میشه از وحید عزیز کارگردان فنی برنامه بسیار تشکر میکنم با من گوگم هوا بازی خیلی تشکر میکنم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم روز و روزگار بر شما عزیزان خوش خدا آقا مرسی آقا